چیس و بابا ماجرایی دارن با هم. لازمش داری؟ این میکروفون صدای ما رو ضبط میکنه. وقتی حرف میزنیم صدای ما رو میبره تو اون دوربین اونجا. ولی رسمش اینه که ما نباید به دوربین یا میکروفون توجه کنیم. باید یه طوری رفتار کنیم که انگار اونا اینجا نیستن. یعنی تو خیال خودمون ما با هم نشستیم و داریم حرف میزنیم. به نظرت خوبه؟ Sounds good? والدین من هر دو ایرانی هستند. مادرم کاشیه و پدرم همدانیه. ولی هر دو تو تهران زندگی میکردن. اونا سال 1979 از ایران اومدن بیرون. یعنی سال بعد از انقلاب. من از یه خانواده آمریکایی معمولی هستم. والدینم هر دو در جنوب به دنیا اومدن. من در سپتامبر 1979 در کانادا به دنیا اومدم. پدر و مادرم چند باری رفتن ایران و اومدن بلکه بخشی از داراییشون رو بتونن پس بگیرن. ولی بالاخره تو کانادا ساکن شدن و من تا 7 سالگی اونجا بودم. من تو شهر پلین ویو به دنیا اومدم که خیلی هم مسطح و بیاب و علفه. فقط یه چند تا درخت داره. ولی چیز دیگه ای مثلا تپه ای چیزی نداره. جای خوبی البته. یعنی اون حس شهر کوچیک رو بهتون میده. مثلا هیجان انگیزترین واقعه اونجا فوتبال جمعه شب دبیرستان شهره. ولی در این حال زندگی کیفیت داره. یعنی اون حس قوی پیوند اجتماعی رو بهتون میده. ما رفتیم ونزوئلا و ما رو گذاشتن مدرسه امریکایی و یه سال اونجا درس خوندیم. هدف هم این بود که این تغییر برامون آسان‌تر بشه. یعنی رفتن از کانادا به ونزوئلا. و بعدش ما رو توی یکی از مدرسه های همونجا ثبت نام کردن. و من تا پایان دبیرستان همونجا بودم. من یه پسر معمولی تگزاسی بودم. بیسبال و تنیس بازی می کردم و تو گروه موسیقی بودم که فکر می کنم بزرگترین شوق زندگی بود. نواختن ساکسیفون و بودن در یه گروه موسیقی جاز. من در مرحله تصمیم گیری برای رشته تحصیلیم بودم که فیلم جوراسیک پارک در اومد که به نظرم یه فیلم عالی بود و تصمیم گرفتم بیشتر در موردش یاد بگیرم و عموم هم یه وقتی یه اشتراک مجله نشنال جیوگرافیک به ما کادو داده بود. این مجله هم همزمان شروع کرده بود به انتشار یه سری مقاله راجع به مسائل ژنتیک و مهندسی ژنتیک و قابلیت‌های علم ژنتیک. و من دیدم که این رشته خوبی برای من خواهد بود. من سال آخر دبیرستان که بودم، مادرم برام یه ساکسیفون نوع حرفه‌ای خرید. و این رو با پولی که از مادر بزرگم به ارث برده بود خرید. یه پول ناچیزی بود از بیمه عمر مادر بزرگم. خودش پولی نداشت. یعنی ما تو خانواده مرفهی بزرگ نشدیم. مادرم اینو برای من خرید و من به خودم قول دادم که به این توجه کنم و ساکسیفون رو جدی بگیرم. یعنی با خودم عهد کردم که همیشه موسیقی رو به عنوان بخشی از زندگی حفظ کنم و وقتی رفتم دانشگاه به نظرم رشته موسیقی مناسب ترین رشته بود. من تو موسیقی خوب بودم و این ساکسیفون نو رو هم داشتم. من لیسانسم رو گرفتم و بورسیه شدم که در دانشگاه تورنتو ژنتیک مولکولی بخونم. اول به عنوان دانشجوی فوق لیسانس ثبت نام کردم و بعد برای دکترا ادامه دادم و 5 سال بعد دکترام رو گرفتم و بلافاصله توی شرکت که روی دی ان ای فعالیت داشت کار گرفتم و اونا ما رو فرستادن کالیفرنیا.
من وقت و پول و انرژی زیادی رو توی دانشگاه صرف کردم تا به این نتیجه رسیدم که موسیقی رشته مناسب من نیست و یه چیز جدید لازم دارم. رشتم و عوض کردم و ارتباطات رو شروع کردم. ولی در کنار موسیقی، رشته ارتباطات یه شاخه در موسیقی شروع کرده بود که ترکیبی بود از بیزینس، ارتباطات و موسیقی. یه رشته چندگانه بود و به همین دلیل من جذب شدم. در ذهن من خیلی به کارهای رادیویی علاقه داشتم و دوستای زیادی هم در این رشته داشتم. و رشته سختی هم نبود. لازم نبود که به خودت فشار بیاری. ولی وقتی از درس مرخصی گرفتم و برای خدمت رفتم به مرکز جهانی بهایی، اهداف زندگیم عوض شد و وقتی از خدمت برگشتم، رشته مطالعات بین الملل رو شروع کردم. دیگه باید تصمیم میگرفتم و این یه تغییر اساسی در زندگی من بود. ما سپتامبر سال 2000 با هم آشنا شدیم. من برای خدمت به مرکز جهانی رفته بودم و دیوید هم اونجا بود. ما تو دو قسمت مختلف کار میکردیم. من تو بخش اسکان بودم و دیو تو قسمت خرید بود. قسمت‌های ما با هم همکاری میکردن و به همین دلیل من با لیلا سر کار آشنا شدم. اینجوری با هم همکار شدیم و بعد معلوم شد یه سری از هم اتاقه های اون همکارای هم اتاقه های من هستن و این آشنایی ها منجر به آشنایی من با لیلا شد. The funny thing was that she was like completely convinced that this با مزه اینه که اون کاملا معتقد بود این جوان تگزاسی هیچ وجه مشترکی با اون نداره. به همین خاطر کاملا به من بی‌اعتنایی می‌کرد. ولی من خیلی ازش خوشم میومد. سعی می‌کردم یه موقعیت‌هایی ایجاد کنم که همدیگه رو بیشتر بشناسیم. ولی کم کم دوستای نزدیک هم شدیم و بعد از یک سال خدمت که برگشتیم دانشگاه، باز هم ارتباطمون رو حفظ کردیم. وقتی رفتم مرکز جهانی به خودم گفته بودم که نمیخوام با کسی دوست بشم، فقط برای خدمت میرم و این هدف من در این یک ساله و تمرکزم روی خدمته و دیو این وسط ناخواسته حواس منو پرت میکرد. به خودم گفتم خیلی خوب، دیو به نظر پسر خوبی میاد، ولی با همه اینا من میخوام اول لیسانسمو بگیرم و یه هدفی برای خودم پیدا کنم. من مدرکم رو گرفتم و وقتی دوره فوق لیسانسمو شروع کردم تصمیم گرفتیم با هم نامزد کنیم. Of course we had already talked about things and the closer we got together then more we البته ما هر چی بیشتر با هم آشنا می‌شدیم بیشتر به اینکه چقدر با هم جوریم و چه باید بکنیم فکر می‌کردیم. علناً در مورد ازدواج و تشکیل زندگی حرف زده بودیم و خب فکر کنم من می‌دونستم جوابش چیه. So I guess I kind of already knew the answer. من نمی‌فهمم مردم چه جوری با تقاضای ازدواج غافلگیر میشن، چون این چیزیه که مرحله دوم ارتباطه. ما هم راجع به ازدواج حرف زده بودیم و زیاد هم حرف زده بودیم که میخواییم با زندگیمون چی کار کنیم، به خصوص که وقتی ارتباط راه دور دارین و میخوایی کنار هم باشین تنها راهش ازدواج. I had picked up a little candy ring من یه دونه از این آب نبات ها که مثل حلقه است بردم و دادم بهش و گفتم با من ازدواج میکنی؟ اونم گفت ای دیوونه تو چقدر خوبی و من حلقه اصلی رو در آوردم. That's so nice and then I pulled out you know a nice ring and he took out a اون یه دونه از این حلقه آب نباتی های خیلی گنده در آورد دست من کرد و گفت نظرت در مورد این حلقه چیه؟ منم دنبال شوخیش رو گرفتم و گفتم قشنگه ولی شرایطی رو که من گذاشتم نداره. من باید بتونم زیر دستکش‌های کار دستم کنم. بعد اون این حلقه ای رو که دستم در آورد که یه حلقه کوچیک تخته و گفت این چی؟ پدر مادر من گفتن خدا رو شکر که تو یه دختر خوب باهایی پیدا کرد. اون روز عصر ما به پدر و مادر دیو زنگ زدیم و به اونا گفتیم. به نظرم تو ماشین بودن و هر دو صدای ما رو میشنیدن. به نظرم نیم ثانیه هم نشد گفتن. بله البته مشکلی نیست. در عرض نیم ثانیه به ما اجازه دادن. بعد به پدر و مادر من زنگ زدیم. اونا گفتن خوب و اینا و خیلی سرد با قضیه برخورد کردن. و وقتی گوشی رو گذاشتم گفتم دیو به نظر جوابشون مثبت بود و اون گفت نه واقعا. بعد ما یه دو روزی صبر کردیم و من دوباره بهشون زنگ زدم و گفتم بالاخره جوابتون چیه؟ آره یا نه؟ Layla's parents on the other hand took a few days and we were very suspenseful. پدر مادر لیلا از طرف دیگه یه چند روزی جواب ندادن و ما رو هوا بودیم. یادم میاد وقتی که از والدین لیلا اجازه خواستیم با هم بهشون تلفن زدیم و من دعا می‌کردم و پای تلفن بودم
و اونا گفتن باشه، ما بهش فکر میکنیم. و بعد یه چند روزی گذشت و خبری ازشون نشد. بعد یه چند روز دیگه گذشت و من گفتم شاید ما باید بهشون زنگ بزنم و ازشون بپرسیم چیکار کنیم. البته بالاخره اجازه دادن و من فکر میکنم که زیبایی قضیه به این بود که در مورد این موضوع خالصانه فکر کردن و دعا کردن. Anyway, they eventually gave consent, but I think the wonderful thing was that I think they really, you know, they thought very sincerely and prayed about it. With my parents, they had no problem with the fact that Dave wasn't a Persian. پدر و مادر من با این قضیه که دیو ایرانی نبود هیچ مشکلی نداشتن. ولی برخوردشون با ازدواج ما کاملا با والدین دیو متفاوت بود. یعنی موضوع اجازه دادن رو خیلی باهاش جدی‌تر از پدر و مادر دیو برخورد کردن. من نمیدونم این یه چیز فرهنگی بود یا فقط پدر و مادر من اینجوری بودن. اونا بعد از اینکه با دیو ملاقات کردن، با من نشستن و خیلی جدی در مورد یه جنبه‌هایی از ارتباط ما مفصلا صحبت کردن. و من خیلی خیلی خوشحالم که این کارو کردن. چون اونا یه چیزایی رو می‌دیدن که من نمیتونستم ببینم. و یه چیزایی رو در ارتباط ما روش تاکید کردن که اگه نکرده بودن ما بعداً تو زندگیمون با هم مشکلات اساسی می داشتیم. اوایل که ما با هم آشنا شده بودیم و داشتیم رو هم شناخت پیدا می‌کردیم، اون موقع ما حتی جدی نبودیم در این مورد. داشتیم تحقیق می‌کردیم. اینکه آیا شخصیت‌هامون به هم می‌خوره یا آیا می‌تونیم اهدافمون رو با هم تنظیم کنیم و اینا یه سوالاتیه که پیش میاد. و برای من خیلی عادی بود که برم بگم مامان، من یه دختری رو ملاقات کردم و می‌خوام با هم بیشتر آشنا بشم. بعد به لیلا می‌گفتم تو چرا به پدر و مادرت در مورد من نمیگی؟ و اون می‌گفت نه، تو متوجه نمیشی. With my grandma, we introduced Dave as one of the friends of my cousins. ما دیو رو به عنوان دوست پسر خالم به مادر بزرگم معرفی کردیم. ما می‌خواستیم اون قبل از اینکه بفهمه که ما با هم می‌خوایم ازدواج کنیم، با دیو آشنا بشه. خب دیوید شروع کرد به رنگ کردن خونه مادر بزرگم و وقت زیادی رو باهاش می‌گذروند. مادر بزرگم به پسر خالم گفته بود این پسره کیه؟ برای لیلا خیلی خوبه، you know. When Layla and I first got married, you know, we were in a small apartment, completely broke, you know. من و لیلا که تازه عروسی کرده بودیم توی آپارتمان کوچیک زندگی می‌کردیم و کاملا ورشکسته بودیم. دو تا دانشجو. اون دوره فوق لیسانس بود و من تازه اومده بودم کانادا و اجازه کار نداشتم. خیلی وضعمون خراب بود. ما آخر هفته ها می رفتیم خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ لیلا. اونا شکممون رو پر می کردن و هرچی هم می موند می دادن ببریم خونه یخچالامون رو پر کنیم. ولی دو سال اول تا ما همدیگه رو بشناسیم و تا یاد بگیریم با هم چطور ارتباط برقرار کنیم یک کمی سخت بود. و هرچی زمان گذشت برای ما آسون تر شد. و وقتی موقع تصمیمات مهم میرسه ما یه برنامه‌ای داریم که ظاهراً برای ما خیلی خوب کار میکنه. من هیچ تصمیمی رو بدون مشورت با دیو نمیگیرم. اون هم دوستمه، هم شریک زندگیمه. و من مثل شریک باهاش برخورد میکنم. بنابراین حتی وقتی قضایای کاری هست، مثل ارتقا گرفتن یا کار عوض کردن، چیزایی که خیلی ها فکر میکنن به اون ربطی نداره، من همیشه باهاش مشورت میکنم و نظرش برام خیلی مهمه. Genuinely value his input on those topics. Our disagreements early on were mostly about our ways of communication. اوایل اختلافاتمون بیشتر در مورد روش‌های ارتباطیمون بود. من خیلی پرحرف و برونگرا هستم. و این ریشه خانوادگی داره. تو خانواده ما هر حرفی زده میشه، خوب یا بد. بعضی وقتا یه چیزایی میگیم که فکر میکنیم کاش نگفته بودیم، ولی حداقل حرفمون رو میزنیم. Sometimes you say things you wish you wouldn't have said, but at least it comes out. یکی از مشکلاتی که بیشتر زوجا دارن، حالا چه در ارتباط با بچه و یا ارتباط خودشون، ناشی از صحبت نکردن با همه. ما کاملا با هم صداقت داریم. و منظورم از این صداقت همراه با درایته.
بیرو در وایسی هر حرفی رو زدن بهترین روش نیست. I think over time we developed our own culture. من فکر میکنم ما در طی زمان فرهنگ مخصوص خودمون رو درست کردیم. یه جورایی پس‌زمینه‌های فرهنگیمون رو از طریق دعا و تفکر هماهنگ کردیم که فرهنگ خود ما فرهنگ غالب بشه. ما همیشه وقتی چیز یه رفتاری نگران کننده از خودش بروز میده با هم صحبت میکنیم و با دیسیپلین با هم حرف میزنیم و تلاش میکنیم این رو پیوسته نگه داریم. یه وقتایی اون سعی میکنه که وقتی از مامانش جواب نمیشنوه بیا سراغ من و ما هم سعی میکنیم که تأکید بشه که ما هیچ وقت با هم مخالفت نمیکنیم و اونم اینو باید یاد بگیره. Two beings, two souls, you know, that are joined, and you know that involves much more. ازدواج یعنی پیوند دو وجود، دو روح که به هم می‌پیوندند و این گفتگوهای خیلی جدی‌تر و عمیق‌تری رو می‌طلبه از اینکه حالا ناهار چی داریم، هوا چطوره یا سونی بهتر یا پاناسونیک. Faith or career or and then really genuinely having conversations and discussions about that. از همون ابتدا چیزای کوچیکی بوده که من در مورد ارتباطمون ازش لذت بردم و قدردانش بودم. یکیش اینه که ما همیشه با هم دعا می‌خونیم. حتی از همون اولی که با هم دوست شدیم، تصمیم گرفتیم که هر شب با هم دعا بخونیم. I've never seen her as somehow different because she comes from a Persian background and I'm from an American background. من هیچ وقت فکر نکردم که من از یه پس‌زمینه آمریکایی و لیلا از یه فرهنگ ایرانی میاد. به اعتقاد من ما از یک خانواده و از یک جهان هستیم. Same human family. We come from the same human family. We're on the same planet together. You know. این اون چیزیه که ما از همون ابتدا درش مشترک بودیم. اگر اختلافات فرهنگی و نژادیمون رو کنار بذاریم، تنها چیزی که ما همیشه مشترک داشتیم اعتقادات و مذهبمونه. Was our beliefs and our faith.